يابا عمار. واحنا شعب مصر نموت وتحيا فلسطين. معامله قرنی که جوش نخورد. در 60 دقیقه میپرسیم پیشنهاد صلح آمریکا و اسرائیل چه چیزی برای فلسطینی ها داشت؟ این سوالمان از یک عضو شورای ملی جبهه آزادی بخش فلسطین است. خواسته ایران چیست و چقدر قابل تحقق است؟ این موضوع مناظره امشب است. همچنین در برنامه امشب 132 قربانی و 6000 مبتلا به ویروس کرونا. خارجی ها چین را ترک می کنند. هشدار اتحادیه اروپا درباره وخیم شدن رابطه با ایران. مسئول کمیته ایران در پارلمان اروپا میگوید وضعیت حقوق بشر و برجام کار را خراب کرده. جهنم پناهجویان در اردوگاهی در یونان. به جای کوچه باغ‌های اروپا، ساکنان لسبوس در میان زباله‌ها دست و پا می‌زنند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. شبتون بخیر. فلسطینی ها یک صدا طرح صلح دونالد ترامپ برای خاورمیانه را رد کردند و گفتند این یک توته است. طرحی که شرایط را برای ایجاد یک کشور فلسطینی در نظر گرفته، البته با کلی اما و اگر، و حاکمیت بیچون و چرای اسرائیل را بر شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی به رسمیت می شناسد. دونالد ترامپ در طرحش بیت المقدس را پایتخت یک پارچه اسرائیل می داند، موضوعی که فلسطینی ها به هیچ وجه زیر بارش نمی روند. در اعتراض هزاران فلسطینی در نوار غزه تجمع کردند. اما سوال اینجاست که خواسته های فلسطینی ها چیست و به جز حمله های گاه و بیگاه راکتی، آنها چه گزینه هایی برای دستیابی به خواسته هایشان دارند؟ آیا اساساً راه حلی برای این مناقشه 70 ساله وجود دارد یا این طرح هم مثل طرح های پیش از این بعد از چند وقت فراموش می شود؟ بیشتر به این موضوعات می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از پرهام قبادی. ان القدس ليست للبيع. پاسخ فلسطین به رهبران آمریکا و اسرائیل: نه، بیت المقدس فروشی نیست. محمود عباس دست رد به سینه طرح صلح دونالد ترامپ زد و گفت این پیشنهاد یک توطئه است. طرحی که بنا بود معامله قرن باشد، رد شدنش به ساعت نکشید و رئیس تشکیلات فلسطینی آن را سیلی قرن خواند. ماذا انتظر اذا كانت القدس ستذهب؟ برای چی صبر کنم؟ اگر بیت المقدس بخشی از فلسطین نباشه، آیا ما کشوری بدون بیت المقدس رو میپذیریم؟ برای هر فلسطینی، چه بچه مسلمان باشه چه مسیحی، امکان نداره این رو بپذیره. بنابراین از همان آغاز با آنها گفتیم نه. جارد کوشنر، یکی از معماران این طرح و داماد رئیس جمهوری آمریکا، از واکنش طرف فلسطینی به شدت انتقاد کرد. طرح رو ندیده رد کردن. فکر نمی کردن طرح به این خوبی باشه. به همین خاطر حالا خیلی احمق به نظر میاد. در ضمن یکی از تناقضا اینه که دائم میگن میخوان کشور داشته باشه. دیشب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو از طرح صلح بین اسرائیل و فلسطینیان رونمایی کردند. اما غایب بزرگ این مجلس طرف فلسطینی بود. در این طرح بیت المقدس پایتخت اسرائیل می شود و روستایی پشت دیوارهای مرزی در حاشیه این شهر تاریخی به عنوان پایتخت فلسطین پیشنهاد شده. مشکل دیگر این طرح به رسمیت شناختن شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی است. طرح من یک فرصت برد برای طرفین رو ارائه می ده. یه چاره دو کشوری واقع گرایانه است که خطر کشور فلسطینی رو برای امنیت اسرائیل از بین می بره. امروز اسرائیل قدم بزرگی به سمت صلح برداشت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در توییتی بر روی طرح صلح آقای ترامپ زب در زد و آن را خوابگردی به سوی فاجعه خواند. آقای ظریف گفت بهتر است به راه حل دموکراتیکی که رهبر ایران آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده عمل شود، یعنی برگزاری همه پرسی. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با دیده تردید به این طرح نگاه کرد. ما با دقت این پیشنهاد رو بررسی می‌کنیم. تنها یه راه حل دو کشوری که طی مذاکره به توافق طرفین رسیده میتونه به صلح پایدار بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بیانجامه. پیشنهاد آمریکا سوال‌هایی رو برمی‌انگیزه که ما با شرکای اروپایی خود مطرح خواهیم کرد.
بریتانیا هم که این روزها در آستانه خروج از اتحادیه اروپا و نزدیک شدن بیش از پیش به آمریکاست، از این طرح استقبال کرد. رهبر حزب کارگر بریتانیا از نخست وزیر پرسید آیا او در دیدار امروزش با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا از معامله قرن انتقاد خواهد کرد؟ طرح صلح خاورمیانه ترامپ طرح صلح نیست. سرزمین‌های فلسطینی را ضمیمه می‌کند، استعمار اسرائیل را حفظ می‌کند، شهروندان فلسطینی اسرائیل را منتقل می‌کند و حقوق اولیه فلسطینی‌ها را هم انکار می‌کند. وقتی دولت امروز وزیر خارجه آمریکا را می‌بیند، آیا مشخص می‌کند که دولت بریتانیا از یک طرح صلح بین‌المللی واقعی حمایت می‌کند؟ و نه این چیزی که دیروز ترامپ پیشنهاد کرد. Well, Mr. Speaker, let's be clear. This is a problem that has bedeviled the world. آقای رئیس، بذارید واضح بگم. این مشکلیه که دنیا رو دهه هاست به سطوح آورده و به خصوص در خاورمیانه. هیچ طرح صلحی بی‌نقص نیست، اما این مزیت راه حل دو کشوری رو داره. در برخی کشورهای مسلمان از لحظه پیشنهاد معامله قرن تظاهرات برپا شده. اینجا در ترکیه با فلسطینیان اعلام همبستگی می کنند. همچنین در اردن معترضان می گویند فلسطین فروشی نیست. شاید اشاره‌ای به پیشنهاد کمک مالی آمریکا به فلسطینی ها در صورتی که معامله قرن را بپذیرند. و شعله خشم فلسطینی ها در بیت اللحم در کرانه باختری هم زبانه کشید که در پاسخ با شلیک گاز اشکاور نیروهای اسرائیلی مواجه شد. منتقدان این طرح میگویند هم ترامپ و هم نتانیاهو برای منحرف کردن اذهان از مشکلات داخلیشان این پیشنهاد را دادند. یکی استیضاح شده و دیگری ساعاتی قبل از این مراسم در دادگاهی به دلیل فساد از او طرح اتهام شده. پرهام قبادی، بی بی سی. بشار العزة، دبیر کل بین‌الملل حزب جبهه مبارزه خلق فلسطین و عضو شورای ملی سازمان آزادی بخش فلسطین از رام الله با ماست. آقای عزة، خوش آمدید به برنامه. همه فلسطینی‌ها محکوم کردند طرح صلح دونالد ترامپ رو، اما سوال اینجاست که چه گزینه‌هایی پیش روی فلسطینی هاست؟ گزینه هایی که فلسطینی ها دارند محدود هست، اما ما گزینه هایی داریم. گزینه اول این هست که ادامه بدیم به دفاع خودمون و بجنگیم برای حقوق بشر خودمون و بدون خشونت، کاری که چندین ساله کردیم. مقاومت، باید این مقاومت رو ادامه بدیم. و گزینه دیگری که خیلی از جوانها دارن امروز میگن و خیلی هم داره محبوب میشه، این که بریم به دنبال طرح یک کشوری و در اون صورت اون وقت اسرائیلی ها هیچ کشوری نخواهند داشت. بریم به سمت یک کشور و که 4.5 میلیون کشوری که 4.5 میلیون فلسطینی داره، اما و پایانی بدیم به این آپارتایتی که پیش رفته. بنابراین یک گزینه هایی داریم، ما مقاومت میکنیم در همون با همون روش هایی که داشتیم انجام میدادیم، یا میریم به سمت مدل یک کشوری، اون وقت دیگه اسرائیل هیچ کشوری نخواهد داشت. یعنی کلن کشور اسرائیل از بین بره، یک کشور فلسطین تشکیل شد، چطوری؟ اون چیزی که من میگم خیلی ساده است، اینه که الان ما داریم خیلی مدت طولانیه که به دنبال ایجاد کشور فلسطین هستیم، ولی تحت اشغال هستیم و نمیتونیم کشور فلسطین رو شکل بدیم. اگر ما نتونیم از روش های بین الملل و حقوق بین الملل بر اساس مرزهای 1967 بتونیم پیش بریم، اون وقت شاید باید به یک مدلی بریم به سمت اینکه ما و اسرائیلی ها تحت یک کشور زندگی بکنیم. شاید باید به سمت خیلی طول بکشه برای اینکه این کشور دموکراتیک شکل بگیره، ولی دارم بهتون میگم اسرائیلی ها اینو نمیخوان. اسرائیلی ها کشور خودشون رو میخوان، که میخوان بهش میگن کشور یهودی. ما اما کشور فلسطینی میخوایم، ولی این کشور، این قوانین آپارتاید برای ما قابل قبول نیست. اون وقت ما باید مدل خود
خودمون رو داشته باشیم. اون وقت ما در اون مدل اکثریت رو خواهیم داشت و ما کشور خودمون رو بر اساس مرزهای 1967 شکل میدیم، بر اساس حقوق مساوی. این مدل الان طرحی است که ما داریم ارائه میدیم. اتفاقا چیزی که جالبه اینه که ما مرزهایی که مشخص کردیم خیلی مشخص در واقع کرانه باختری رو داره و شرق بیت المقدس. ما اتفاقا باید از آمریکایی‌ها تشکر کنیم برای اینکه به ما نشون دادن که چقدر بدبختیم در کشور خودمون که نمیتونیم در شهرهای خودمون زندگی کنیم. همین نقشه‌ای که آمریکایی‌ها نشون میدن نشون میده که ما چقدر پخش هستیم همینجوری در اون نقشه. این شرایط فعلی ماست. آقای علیزاده، درسته که همه فلسطینی‌ها خواهان تشکیل کشور فلسطین هستند و قوانین هم مورد قبول اسرائیل نیست، اسرائیلی‌ها خواهان این نیستند، اما واقعیت اینه که به هر حال چند دهه پافشاری فلسطینی‌ها بر چیزی که بسیاری معتقدن حق فلسطینی‌هاست به نتیجه نرسیده. حتی اسرائیل می‌بینیم که امروز به مرزهای 1967 هم پایبند نیست. چند دهه مقاومت به قول شما منجر به فقیرتر شدن مردم فلسطین شده و ضعیف‌تر شدن فلسطین. چطور می‌خواید برسید به این خواست؟ مرسی که این سوال رو پرسیدین. بله، ما داریم مقاومت میکنیم علیه این اشغال و این راحت نیست. ما نمیتونیم یک جامعه ای رو با شرایط اقتصادی سالم بسازیم در شرایطی که تحت اشغال هستیم. من میتونم بهتون بگم چقدر سخت برای مردم فلسطین که الان کار پیدا بکنن تحت اشغال، ولی ما به عنوان فلسطینی ها میفهمیم که هیچ تنها گزینه ما این هست که باید این در حالی که اشغال رو در یک دستمون داریم در یک دست دیگه بتونیم کشور فلسطین رو بسازیم. ما باید نیاز به کمک داریم، نیاز به کمک کشورهایی داریم که در کنار ما بخوان بایستن. ما تنها نمیتونیم این کار بکنیم. اونهایی که برای حقوق بین الملل می جنگن باید کنار ما قرار بگیرن. من فکر میکنم این برای آینده دنیا خیلی مهمه. اونهایی که برای شرافت و آزادی می جنگن باید کنار ما وایسن و پایان بدن به این اشغال. بله، من نمیگم که این حرفایی که من میزنم مردم رو آزاد میکنه، ولی ما اگر مقاومت بکنیم علیه این شرایط کنونی، اون وقت جامعه فلسطینی روح تازه‌ای میگیره. و ولی اشتباه نکنیم، در نهایت ما نمیخوایم یک اشغال 5 ستاره داشته باشیم در شرایطی که فلسطینی‌ها اونجا زندگی میکنن همینجوری برای خودشون. ما میخوایم زندگی بکنیم ولی میخوایم اشغال تموم بشه و ما معتقدیم که میتونیم این کارو بکنیم. آقای علیزاده، اشاره کردید که به تنهایی نمیتونید، احتیاج به کمک کشورهای دیگه دارید. واکنش همین 24 ساعت گذشته اردن، بحرین، امارات که اصلا حضور داشتن در نشست خبری دونالد ترامپ و نتانیاهو دیروز، واکنش عربستان، واکنش مصر، به نظر میاد که حتی کشورهای عربی هم از این مناقشه به نوعی خسته شدند و خواهان پایانشند. معدودن کشورهایی که دارن حمایت میکنن از مسئله فلسطین، از جمله ایران، حزب الله لبنان. شما واقعا فکر میکنید میتونید این کشورها رو دوباره با خودتون همراه بکنید؟ من فکر می‌کنم ما اونا حمایت، همین الان هم حمایت اونا رو داریم. ببینین، بذارید متوجه بشیم. یک کشورهایی هستن که الان شرایط سیاسی داخلی خودشونو دارن، باید با این شرایط کنار بیان. ما باید مردم بفهمیم که مردم این کشورها پشت ما هستن و حتی کشوری مثل عربستان سعودی که مستقیما به ما گفتن که اونا در مورد مسئله فلسطین تغییر رویه ندادن. مسائل ژئوپلیتیک خاصی داره در منطقه اتفاق میفته، مسائل داخلی زیادی هست، از یمن بگیرین تا مراکش تغییرات زیادی داره شکل میگیره. هر کشوری مشکلات داخلی خودشو داره، ما اینو میفهمیم. ولی اشتباه نکنید، عرب ها و مردم عرب
میفهمند که فلسطینی ها این طرح رو که در اون بیت المقدس و حق حاکمیت وجود نداشته باشه نمیپذیرند. بذار من بهتون بگم چه اتفاقی قرار هست بیفته برای پناهندگان سوری که الان در لبنان و جای دیگه هستن. عرب ها اینو میفهمند، بله ممکنه موضعشون تغییر بکنه، ولی در نهایت من فکر میکنم ما یک فهم مشترک داریم بین عرب ها که باید مسئله فلسطینی ها به نفع فلسطینی ها حل بشه. شاید موضع های مختلفی الان بگیرم، ولی وقتی که میرسه به این که مستقیماً در مورد با مردم فلسطین صحبت بکنن، اونها میدونن که نمیتونن موضع تاریخیشون رو تغییر بدن. ولی من فکر میکنم در این حال ما باید روی این کار بکنیم، نه اینکه بذاریم همجور. ما باید با دوستان عربمون صحبت بکنیم، با دوستان مسلمانمون صحبت کنیم، با کشورهای جهان صحبت بکنیم. خیلی مهمه که بهشون بگیم که این مدل ما رو به هیچ جا نمیرسونه. این مدلی که آمریکایی ها دارن میرن یک بمب ساعتیه. اونا فکر میکنن که باعث میشه که باعث امنیت بیشتر در اسرائیل میشه، اما دارن اشتباه میکنن. اما این که 6 میلیون فلسطینی رو از غزه تا کرانه باختری بکنیش بخشی از اسرائیل، اینا رو مثل داخل یه دایره انجام بده، این شرایطی است که منجر خواهد شد فقط به یک بحران. باید اینو به مردم بگیم، باید این واقعیت رو به مردم بدیم، و این چیزی که ما الان داریم میگیم. متشکرم. بشار علیزه، عضو شورای ملی سازمان آزادی بخش فلسطین با ما. بیننده برنامه 60 دقیقه هستید. طرح دونالد ترامپ برای سرزمین‌های فلسطینی چه معنایی داره؟ آقای ترامپ ساعتی بعد از رونمایی از طرح پیشنهادیش برای صلح در خاورمیانه تصویری از یک نقشه رو توییت کرد که از دید او میتونه آینده اسرائیل رو فلسطین باشه. همکارم پوریا ماهرویان نگاهی کرده به این نقشه و مقایسه کرده با نقشه فعلی. به ما بگو که چی دستگیرت شده از این مقایسه؟ ران، قبل که من وارد نقشه آقای ترامپ بشم، این نقشه بعد جنگ 6 روزه 1967، این دوتا تیکری که میبینید اراضی اشغالی فلسطینیه که در اشغال اسرائیل از نگاه سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی، این کرانه باختریه که یک مرز با اردن داره، این رود اردنه و این بحرالمیته. اگه ما بریم توی نقشه که آقای ترامپ منتشر کرده، این تیکای سبز کشور پیشنهادی آقای ترامپه. اسم اینجا کرانه باختریه، وچه تصمیمش اینه که کرانه غربی رود اردنه. عملا میبینیم تو نقشه دیگه هیچ راهی به رود اردن نداره و دسترسیش حتی به بحرالمیت قطع شده. در واقع این سبزها میشه کشور فلسطین، کشور اگر که طرف نتیجه فلسطین نرسه. بله، و میبینیم که بجز این 12 کیلومتر که با مصر هم مرز کشور آینده فلسطین و این یه تیکه که خب مرز آبیه و دریای آزاده، کل کشور آتی فلسطین در محاصره اسرائیل. مثلا حتی بهش اجازه شاید ندن که بندر خودش رو داشته باشه در نوار غزه، با اینکه به دریای مدیترانه راه داره. دو تا بندر حیفا و اشدود در نظر گرفتن که فلسطین هم میتونه زیر نظر اسرائیل داد و ستد دریایی داشته باشه. حالا اگه ما بریم تو نقشه بعدی، من بیشتر میتونم توضیح بدم. نقشه بعدی رو اگه ببینید، بله تو اینجا میبینیم که یک سری مانند جزیره مجمع جزایری کرانه باختری، این بین که میبینین این زردا در واقع خاک اسرائیل، شهرک های یهودی نشینه که در اراضی اسرائیل ساخته شده. منظورت این تیکه هاست؟ این تیکه هاست و این تیکه یا شهرک های یهودی نشینه یا مناطق نظامی که در اختیار اسرائیل و دسترسی اردن قطع با مرز. و این فلسطین ببخشید دسترسی فلسطین با اردن قطع، فلسطینیان کرانه باختری از طریق این دوتا گذرگاه مرزی که با دوتا جاده است از دوتا شهر نابلس و اریها میتونن وارد اردن بشن. تنها راه خروجشون از فلسطین یا این منطقه است به دنیای خارج، چون نمیتونن از فرودگاه بین المللی تل آویو استفاده کنن. 15 تا شهرک دیگه هستش که ساخته شده، قرار نیست اینا توسعه پیدا کنه.
اینها خاک اسرائیل محسوب میشه در دل کشور فلسطین. خب این مسئله سازه برای اسرائیلی ها قاعدتا خیلی خوشحال نخواهند بود که اونها در خاک فلسطین باشن. دست کم ما میدونیم که بخشی از کسایی که تو این شهرک ها دارن زندگی میکنن نگران امنیتشون، چون دقیقاً کاملا در محاصره خاک فلسطین هستن. ولی خطای زرد که میبینیم این دسترسی اونهاست به خاک اصلی اسرائیل کاملا در اختیار اسرائیل خواهد بود. ارتش اسرائیل اجازه ورود داره به کرانه باختری و میتونه وارد این شهرک ها بشه. هر موقع بخواد میتونه وارد کرانه باختری بشه. مجبور نیست کامل کرانه باختری رو قطع کنه. کل امنیت این منطقه دست ارتش اسرائیله. حتی منطقه‌ای که قرار در واقع فلسطین آینده باشه در اختیار ارتش اسرائیل. یک چهارم بحرالمیت در اختیار کرانه باختری بود در سال 67 اراضی اشغالی. اینها قطع میشه و هیچ راهی به بحرالمیت نداره. میدونیم یه جای توریستی و تفریحیه. در این طرح گنجاده شده که یک ساحل تفریحی در نظر گرفته میشه با کمک اردن برای فلسطینی ها، ولی جزء خاک فلسطین نیست، جزء خاک اسرائیل. فلسطینی ها میتونن استفاده کنن. این هم راهیه که غزه رو، یعنی بخش غربی رو، وصل میکنه به بخش شرقی اون کشور. یک تونلی ساخته میشه که این تونل 34 کیلومتر یکی از طولانی ترین تونل های دنیاست. و اینجا هم بگم که سوال کردی که چجوری مثلا یک فلسطینی از اینجا میره به کشور خودش، از اینها یا پلن یا تونلن، از طریق این پل ها و تونل ها که ساخته بشه راه پیدا میکنه. تو نقشه بندی این غزه رو بیشتر میتونیم توضیح بدیم. ببینیم نقشه بندی این منطقه غربیه که نوار غزه الان وجود داره، یعنی اون بخشی که در واقع دونالد ترامپ دیروز گفتش که مناطق تحت کنترل فلسطین بیشتر میشه، این هاست که این دوتا نقه است. ولی در واقع اضافه نمیشه، چون کرانه باختری از اون بر از دست دارن میدن. 70% برگردونده میشه به فلسطینی ها، 30% میمونه. ولی ما به ازا این دوتا رو دادن که دقیقاً 30% نیستش. کل این دوتا از غزه بزرگتره. یکیش منطقه صنعتی کارخانجات، یکیش منطقه کشاورزی و مسکونی. معلوم نیستش که این اختیار استفاده و اجازه کاربری کامل داشته باشن، مثلا بیان به جای کشاورزی کار دیگه بکنن. کاملا باز تحت نظر خواهد بود. اگه دقت کنی یک منطقه حائل هستش بین این منطقه که به غزه وصله و مرز مصر، که فلسطین مرزش بیشتر نشه، همون 12 کیلومتر بمونه. و این کل چیزیه که هستش. و این دوتا صدای اسرائیلی هم در آورده. که چرا اونا مشکلشون چیه؟ اونا میگن که شما الان غزه امنیت ما رو به خطر میندازه، امنیت اسرائیل تهدید میکنه، حماس اونجا پایگاه داره، راکت میندازه به طرف ما، و حالا شما دارید دو تا غزه دیگه اضافه میکنید. خب این طرح یکی از شرایطش اینه که بپذیرن که حماس اسلحه‌هاش رو کنار بذاره، منطقه غزه در واقع سلاح‌هاش رو کنار بذاره. پوریا، بسیاری معتقدند که همین الان هم تا حدود زیادی این طرح داره پیاده میشه و صرفاً در واقع اسرائیل به دنبال رسمی کردن این وضعیته. دقیقاً درست میگید. این قسمتایی که من گفتم، خب هیچ اختیاری ندارن فلسطینیا، اینا رو از دست دادن. شهرک های یهودی نشین ساخته شده توش. به زودیش ظرف 2-3 روز آینده ممکنه آقای نتانیاهو بیاد بگه که اینها رو منظم بکنه به خاک اسرائیل. غزه کاملا محاصره است، فقط از طریق مرز رفح یه دسترسی مختصر و خیلی محدودی داره به مصر. ولی دقیقا همینطوری که این اتفاقی داره میفته تقریبا شبیه همینه. متشکرم پوریا ماهرویان همکارم، از توضیحاتت ممنونم. و اما موضع ایران در مورد طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه رد کاملان است و آن را فریب قرن خوانده. امروز هم اکانت رهبر ایران در توییتر صحبت‌هایی از رو دوباره منتشر کرد که حدود یک سال پیش گفته شده بود. سیاست شیطانی و خبیثی که آمریکا در مورد فلسطین در نظر گرفته است، اسمش هم گذاشته از معامله قرن. البته بدانن که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت. به کوری چشم دولت مردان آمریکا که دارن خودشون رو میکشن برای اینکه در قضیه فلسطین یک کاری انجام بدن، قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت
و شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند و قبله اول مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد ماند. آیت الله خامنه ای بود رهبر جمهوری اسلامی. اضافه بکنم که پیشتر در برنامه گفتم که در نشست خبری دونالد ترامپ وزیر خارجه اردن حضور داشت، منظورم وزیر خارجه عمان بود. اما برای گفتگوی بیشتر مهدی جلالی تهرانی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از نیویورک با ماست. آقای جلالی تهرانی معتقدند که طرح معامله قرن طرح نبوغ‌آمیزیه که به جای مذاکره و میانجیگری پیشنهاد معامله میده و اختیار پذیرش یا عدم پذیرش اون رو برای طرف مقابل باز میذاره. و همچنین کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما هستند. آقای متین معتقدند طرح معامله قرن در واقع معامله نیست، بلکه تحمیل یک جانبه یک طرح، چرا که یک طرف اصلی اون که فلسطینی‌ها باشند در اون حضور ندارند. آقایون خوش آمدید به برنامه. آقای جلالی تهرانی، بسیاری معتقدند که در واقع طرح معامله قرن شبیه مثال کسیه که به تنهایی به قاضی رفته و راضی برگشته. این طرحیه که به نوعی تمام خواسته های اسرائیلی ها رو تأمین میکنه و نادیده گرفته خواسته های فلسطینی ها رو. دقیقا نکته من هم که شما بهش اشاره کردید رد به همین حرف هست. یعنی ببینید، آن چیزی که ما به صورت سنتی در این مدت داشتیم میانجیگری برای مذاکرات صلح بوده، حالا توسط آمریکا یا کشورهای دیگه، بیشتر آمریکا در این زمینه نقش داشته. یعنی دو طرف وقتی شما صحبت از مذاکره میکنید، بله دو طرف لازم هستش باشند و شما اونجا میانجیگری میکنید، ولی این مذاکره نیست، این معامله است. پس خیلی طبیعیه که یک طرف نباشه. یک طرف میاد پیشنهاد خودش رو طرح میکنه، میگه که این پیشنهاد من برای صلح هستش، طرف مقابل میتونه بپذیره میتونه نپذیره، دلیلی نداشته که وجود داشته باشه. نقدی که من شخصا به اسرائیل در گذشته داشتم، حالا در مصاحبه ها یا نوشته ها، این بود که هیچ وقت اسرائیل روشن نمی کردش که از صلح چی میخواد. فلسطینی ها تا حدودی روشن میکردن، ولی اسرائیل همچون سکوت بود در این زمینه، مشخص نبود چی میخواد. الان حداقل ما میدونیم که اسرائیل چی میخواد، حالا دیگه ردش، قبولش، چانه زنی برش، اینها در دست طرف مقابل هست. آقای متین، شما در توییتی گفتید که معامله یا جوک قرن، شما فکر میکنید که اصلا این معامله نیست؟ بله، من فکر میکنم معامله باشه این بست، چون اونجوری که آقای جلیلی گفتن اینجوری نیست که در معامله طرف یک طرف اصلی اون قضیه حضور نداشته باشه و همینجوری دو نفر دو به اصطلاح دو طرف دیگه این رو بین خودشون حل و فصل بکنن و بعد به صورت علنی اعلام بکنن و اون طرف دوم یا اصلی اون مخاصمه مثلا از طریق رسانه ها از اون اطلاع پیدا بکنه. بله، اگر منظور آمریکا و اسرائیل این هست که این طرح ماست، اگر نپذیرید تداوم ساختن شرکای یهودی وجود خواهد داشت، اینها گسترش پیدا خواهند کرد، بیت المقدس رو که همین الان هم آمریکا به عنوان پایتخت تقسیم ناپذیر اسرائیل پذیرفته، سفارت خودش رو منتقل کرده. بله، اگر از موضع توازن قوا به این مسئله نگاه بکنیم، بله کاملا معلوم هست که یک طرحی ارائه شده، اگر فلسطینیان نپذیرن اون موقع اسرائیل هر طوری که خلاصه خودشون میخوان دوست دارن میتونن ادامه بدن به ماجرا، ولی خب اون موقع دیگه اسمش معامله نیست و به این دلیل من فکر نمی کنم که نه اسمش و نه محتواش چیزی باشه که فلسطینی ها رو راضی بکنه و همین الان هم معلومه که اونها خب رد کردن کل ماجرا رو. آقای جلالی تهرانی، اصلا از زمانی که بحث این طرح موسوم به معامله قرن مطرح شد، فلسطینی ها گفتند که به هیچ عنوان نمیپذیرنش. اساسا چه دستاوردی داشته این طرح به نظر شما؟ ببینید، من استدلالم مشخص بود، آقای متین همون رو در واقع تکرار کردن، در حالی که من هنوز اینو نمیفهمم. بذارید این منطق اول حل کنیم. من با آقای متین اختلافی دارم سر یه مسئله. من میام پیشنهاد خودم میدم، هر چقدر این پیشنهاد غیر منطقی، دلیل نداره که شما در اونجا حضور داشته باشید. من پیشنهادم رو طرح میکنم، رسمی میکنم، هر چقدر غیر منطقی شما نپذیرید، آلترناتیو شما چیست؟ ببینید، ما باید با واقعیت ها روبرو باشیم. اسمی گذاشتیم، اسم دروغ، برچسب، به عنوان برچسب مقاومت. مقاومت این نیستش که تو خیابون سنگ اندازی بکنیم.
مقاومت بخشیش در همین هستش که بیایم با حقوق بین الملل، با نیروهایی که داریم، با توانی که میتونیم از جهت مذاکره داشته باشیم یا هر زمینه دیگری، بیایم وسط بگیم که آقا ما این قسمت این طرح رو قبول نداریم، این قسمتش رو قبول داریم، این قسمتاشو باید روش کار بکنیم، اینجاها رو رد میکنیم، وارد بحث بشیم. اگر نشیم، همون چیزی که در این 70 سال بوده ادامه پیدا میکنه. من در طرفداری از اسرائیل حرف نمیزنم. اسرائیل ببینید از ابتدا، از چون خیلی وقتا این نقشه رو میان تر، همینطور سرزمین های فلسطینی کوچیک شده و اشغال اسرائیل اضافه شده. این در چه شرایطی بوده؟ طرف مقابلش رو در نظر بگیرید. اسرائیل مرتب پیشنهاد صلح داده، آمریکا مرتب پیشنهاد صلح داده، فلسطینی ها گفتن نه، مرغ یه پا داره، ما هم همون حرف اولمون میزنیم، هی هم اسرائیل آمده بیشتر اشغال کرده سرزمین های اونا رو. خب الان به چه نتیجه رسیدن؟ یک جایی باید بشه. اجازه بدید نظر آقای متین رو بشنویم. آقای متین، فلسطینی ها پاشون رو در یک کفش کردن. بله، ایشون میگن که آلترناتیو بدن. خب آلترناتیو دادن، کل دنیا میگه، قوانین بین المللی میگه، قطعنامه 242 سازمان ملل میگه که کشور فلسطینی در مرزهای قبل از جنگ 1967 تشکیل بشه و پایتخت اون در بیت المقدس خواهد بود، بخش شرقیش، و به اصطلاح پناهندگان فلسطینی باید، اونایی که در خارج از فلسطین هستن، باید به یک شکل منصفانه و عادلانه بتونن که مسئلهشون حل بشه، حالا برگردن یا طبیعت جایی رو که دارن. اون آلترناتیو هست. سازمان ملل همین امروز گفته که ما با همون طرح 1967، مرزهای قبل از 1967 رو قبول داریم، دو کشور مستقل که پیوستگی سرزمینی داشته باشن. این آلترناتیو 60 ساله هست. این اسرائیل هست که این آلترناتیو رو نپذیرفت و ایشون به درستی گفتن که اسرائیل هیچ وقت مرزهاشو آشکارا و به صراحت نگفته چی هست. چون اگر این ایده قطعنامه 242 رو میپذیرفتن مال سازمان ملل شورای امنیت، خب معلوم بود مرزهای اسرائیل کجا هست. در نتیجه اون چیزی که رخ داده این هست که 60 سال هست که تمامی دنیا، منهای اسرائیل، بر اون قطعنامه 242 سازمان ملل پا میفشارن و اون رو مبنای حل مسئله این منازعه میبینن، ولی اسرائیل این رو رد میکنه و رد کرده و در این حال از به اصطلاح موضع قدرت که خود طبیعتاً بسیار قدرتمندتر است از فلسطینی ها، به اصطلاح ساختن شرک های یهودی نشین در اون کرانه غربی و در اون مناطقی که به اصطلاح بعد از 1967 زمین اسرائیل کردن، شرک سازی کرده. به این معنا امکان عملی کشور فلسطینی با پیوستگی سرزمینی رو در واقع از بین برده و در واقع بر اساس این پلتفرم الان این طرح رو در ارائه میکنن. بله. اما خب یک نکته از ایشون به واقعیت اشاره کردن. بله، این درست است که این 20 سالی که اسرائیل این شرکا رو درست کرده، عملاً امکان در واقع واقعی و عملی کشور پیوسته فلسطینی رو از بین برده و این یک واقعیتی هست. یا باید این 1 میلیون نفر اسرائیل رو از کرانه غربی با زور بیرون کرد که نه فلسطینی‌ها این امکان رو دارن و نه دولت اسرائیل این کارو خواهد کرد. در نتیجه فلسطینی‌ها با یک وضعیتی رو برو هستن که در واقع بنیاد مادی و عملی تشکیل کشور فلسطینی به اون شکلی که در 60 سال اخیر مطرح بوده از بین رفته. به همین دلیل هم در واقع این ایده یک کشوری رو الان بسیار ما محبوب می‌بینیم در میان فلسطینی‌ها. اون به اصطلاح عضو شورای عالی سازمان آزادی بخش فلسطین که باهاش مصاحبه کردید، ایشون هم گفتن که اونها یواش یواش دارن از این ایده دو کشوری به سوی یک کشور دموکراتیک دو ملی به اصطلاح دو ملیتی پیش می‌رن. چیزی که در هر چیز در سوئیس هست، در همین بریتانیا هست، یعنی یک کشور واحد با چند ملت با حقوق برابر. به نظر من فلسطینی‌ها مجبور میشن به این طرف برن که این اتفاقاً به نظر من به ضرر اسرائیل خواهد بود و همون قطعنامه 242 رو اگر بپذیرن احتمالاً در دراز مدت بیشتر به نفعشون باشه. آقای جلیل ترانی، شنیدید که آقای متین اشاره کردن بیشتر به نظر میاد که در این چند دهه گذشته اسرائیل که در واقع مرغش یک پا داشته و قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته و مناطق رو اشغال کرده و به شهرک‌سازی ادامه داده. بله، ببینید، من حتی از این مرزهای 67 که آقای متین اشاره میکنن یا ایده کشوری یه مقداری فراتر میرم. میگم که اصلا چرا به 67 اعتبار بدیم؟ بریم 1400 سال پیش، وقتی مسلمان ها آمدن به زور اشغال کردن تمام اون منطقه رو، با افسانه معراج پیامبر اومدن اونجا رو اشغال کردن، گفتن قبله اول بوده.
خب چرا اون کار نکنیم؟ مسئله واقعیت همینه که سازمان ملل وجود نداشته، که توافق بین المللی وجود نداشته 1400 سال پیش، ولی الان سازمان ملل وجود داره، قطعنامه‌ای هست به رسمیت شناخته شده به غیر از اسرائیل و در حال حاضر آمریکا که نمیپذیرنش. این توافق بین المللی انفورسمنتش کجاست؟ چجوری الزام آوره؟ بله الان سازمان ملل بعضی از افرادی که یا گروه ها نیروهایی که خودشون رو طرفدار فلسطینی ها میدونن، همون دکانداری، طرفداری از فلسطین واقعیتش اینه که فقط دکانداری بوده، دروغ بوده. هیچ کسی تو فکر نسلای فلسطینی، جوانهای فلسطینی نبوده. هیچ کسی به بدبختی جوانان فلسطینی الان نگاه نکرده که اسرائیل اونقدر داره پیشرفت میکنه و اینها در بدبختی دارن زندگی میکنن. به آینده اینها نگاه نکرده. حالا سازمان ملل یا هر جایی بیان که ما اون حرف قبلی رو قبول داریم. خب الان وضعیت موجود فلسطینی ها چیست؟ یک آدمی که دلسوز فلسطینی ها باشه و واقعیت موجود رو ارزیابی میکنه چیکار میکنه؟ میگه که بیایم این چیزی که داریم حداقل با همین کار بکنیم، بلکه بتونیم هم وضعیت اقتصادی مردم بهتر بکنیم. و وقتی وضعیت اقتصادی مردم فلسطین بهتر بشه، عزتشون بیشتر میشه، کرامتشون بالاتر میره، سرزمین هاشون هم میشه سر همین قضیه چون عزت. چون این مدلی که در واقع اسرائیل و یعنی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ پیشنهاد دادن، به نظر شاید در ظاهر عملی باشه، ولی تیکه تیکه است. این امکان پذیر اونقدر نیست. میشه سر این قضیه چونه زد، ولی اگر این فقط تابلو دستمون بگیریم، ما حمایت میکنیم از فلسطین، داریم دروغ میگیم. آقای متین، بسیاری معتقدند که اون فلسطینی که بسیاری از فلسطینی ها آرزوی ساختن شده دارن، به هر حال با واقعیات روی زمین دیگه نمیخونه و زمان اون رسیده که بپذیرند که این یک آرزوی دست نیافتنیه. بله، البته من در اشاره به حرف آقای جلیلی فقط میخواستم بگم که خب درست میگن، ایشون میگن که این کشورهایی که یا کسانی که ابراز حمایت کردن از فلسطینی ها در واقع هزینه‌ای ندارن، از دور فقط یک پروژه ماکسیمالیستی رو به اصطلاح حداکثری رو شاید تعریف کردن که به ضرر فلسطینی ها بوده، ولی خب ما که دایه مهربان تر از مادر نمیتونیم باشیم. من و ایشون اینجا نشستیم و خود فلسطینی ها دارن میگن نه، اونا هستن که اونجا بدبختی میکشن به قول ایشون، اونا هستن که کار ندارن، شغل ندارن، هر روز کشته میشن و تحت به اصطلاح فشار اسرائیل هستن. خب اونا خودشون دارن میگن نه، ما که بالاخره از دور که نمیتونیم براشون تعیین تکلیف بکنیم. اما در مورد این واقعیتی که تغییر کرده، بله اگر نظر شخصی منو بپرسید، من فکر میکنم که ایده دو کشوری دیگه از بین رفته. یعنی از حدود سال 2000 بعد از انتفاضه دوم عملا امکان تشکیل یک کشور فلسطینی دارای پیوستگی سرزمینی از بین رفته به دلیل این شهرک‌ها، و اتفاقا دلیل استراتژیک اسرائیل برای ساختن این شهرک‌ها هم دقیقاً همین بوده. ولی خب برخلاف انتظار دولت اسرائیل، در 15-20 سال گذشته ایده کشور واحد دموکراتیک که در اون دو ملت فلسطین و اسرائیل وجود داشته باشن با حقوق برابر بسیار شکل گرفته و به سرعت هم داره به اصطلاح جلب توجه می‌کنه، و حتی رهبران فلسطینی که قبلاً به قرارداد اسلو بالاخره امیدوار بودن و همون ایده دو کشوری رو در واقع پی میگیری میکردن، الان اونها هم رفته رفته به این نتیجه رسیدن که این امکان پذیر نیست. چون تنها راه این هست که همچنان که گفتم 1 میلیون نفر اسرائیلی که در کرانه غربی هستن الان، یعنی در جایی که قرار بوده دولت فلسطینی تشکیل بشه، خب اونجا اسکان دارن الان 15-20 سال دارن زندگی میکنن. خب اخراج اینها تقریبا به لحاظ انسانی هیچ تفاوتی با این نداره که باز فلسطینی ها رو مثلا از غزه اسرائیل اخراج بکنه یا کاری که کرده در گذشته. در نتیجه بله، من فکر میکنم که واقعیت برای زمین اسرائیل تغییرش داده، خودش تغییر نکرده، ولی این واقعیت که تغییر کرده قطعا استراتژی در واقع جدیدی میخوان، لازم هست که به این وضعیت در واقع پاسخ داده بشه. سپاسگزارم از هر دوی شما، کامران متین استاد روابط بین الملل و مهدی جلالی تهرانی تحلیلگر مسائل خاورمیانه. و اما گروهی از نمایندگان پارلمان ایران خواهان بحثی در مجلس برای بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند. قبل از آن ایران اعلام کرده بود که دیگر به تعهداتش در برجام پایبند نیست. این باعث شد تا اتحادیه اروپا مکانیزم حل اختلاف در برجام را فعال کند. کسرا ناجی در گزارشی از بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، میگوید که اختلاف بر سر برجام و خرابتر شدن وضع حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر ایران و اروپا را در مسیر برخورد و دعوا قرار داده. برجام آتیش زدیم!
نمایندگانی که توافق هسته‌ای را آتش زدند. حالا می‌خواهند ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود تا بتوانند انزوای ایران را تکمیل کنند. ایران تقریبا دو هفته پیش اعلام کرد که دیگر به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند نیست. و در هفته‌های گذشته این سانتریفیوژها را به کار برگردانده، به خصوص در زیر کوه، در تأسیسات فوردو که نگرانی‌های بین‌المللی را به شدت افزایش داده است. رئیس کمیته‌ای که در پارلمان اروپا مسئول روابط با ایران است، آمریکا را مقصر شرایط امروز در ارتباط با ایران می‌داند. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های تازه. means that the Europeans should be louder and very clear. روشنه که اروپایی‌ها باید با دوستان آمریکاییشون با صدای بلندتر صحبت کنند و صریح‌تر. باید بگویند که اصرار دارند که همکاری‌های بیشتری با ایران داشته باشند و می‌خوان که شرکت‌های اروپایی با ایران تجارت کنند. این همون مشکل بزرگیه که کسی از اون صحبت نمی‌کنه. اتحادیه اروپا در دوران تصدی فدریکو موگرینی با سیاست خارجی روابط خوبی با ایران داشت و ایران روی اتحادیه اروپا به عنوان یک متحد میتونست حساب کنه. خانم موگرینی اصرار داشت که باب مذاکره با ایران باید باز بمونه. حتی در این راه به گفته خیلی ها از منتقدانش او حاضر بود که بر مسائل حقوق بشر در ایران تاکید و پافشاری نکنه. اما با جانشینی جوزف بورل درست هنگامی که ایران بعضی از تعهداتش را در برجام نقض کرده، به نظر میرسه که دو طرف در مسیر برخورد و تنش قرار گرفتن. امروز شاید ایران دیگه نتونه روی اروپا به عنوان یک متحد حساب کنه. برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در آبان ماه گذشته و استفاده آنها از گلوله که صدها کشته به جا گذاشت، نشان بزرگی بود از خرابتر شدن جدی وضع حقوق بشر در ایران. چیزی که حالا در کنار نقض برجام از طرف ایران، سایه تاریکی بر روابط اروپا با ایران انداخته است. مسئول روابط با ایران در پارلمان اروپا میگوید چندان امیدوار نیست. ما باید برجام رو حفظ کنیم، اگرچه ایران اعلام کرده که به هیچ یک از تعهداتش پایبند نمیمونه. مشکل حالا پیدا کردن مراحلی است برای رسیدن به تفاهم. اگرچه من چندان امیدوار نیستم. بله، ما در مسیر برخورد قرار داریم. دو هفته پیش ملاقات مسئول سیاست خارجی اروپا با وزیر خارجه ایران در هند چندان کمکی به حل مشکل نکرد. وزیر خارجه ایران تهدید کرده که ایران ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. و اروپا هم تهدید کرده که ممکن است ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. کسرانجی بی بی سی. چندین کشور اتباعشان را از کانون شیوع ویروس جدید کرونا در چین خارج می‌کنند. این ویروس عامل بیماری‌های تنفسی تا به حال جان دست کم 132 نفر را در چین گرفته و حدود 6000 نفر را مبتلا کرده. آلودگی به این ویروس در 16 کشور دیگر هم مشاهده شده. متخصصان تلاش می‌کنند واکسنی برای این ویروس مرموز بسازند، اما این کار ماه‌ها طول می‌کشد. گزارش مجید خیام‌دار را ببینید. فرار دست جمعی از منشأ ویروس خطرناک در چین. ده‌ها کشور اتباعشان را به خانه برمی‌گردانند، از ژاپن تا اروپا و آمریکا. این ژاپنی‌ها از ترس و سردرگمی در ووهان می‌گویند. تعداد آدمایی که مریض می‌شدن یهویی به سرعت بالا رفت. خیلی نگران کننده بود. نمی‌تونستیم آزادانه جابجا بشیم. برای همین دقیقاً نمی‌دونستیم داره چه اتفاقی می‌افته. محدودیت حمل و نقل خیلی شدید بود. شرکت بریتیش ایرویز همه پروازهای مستقیم بین بریتانیا و چین را لغو کرده. بریتانیایی‌هایی را که از چین برمی‌گردند دو هفته قرنطینه می‌کنند. احتمالاً در یک پادگان. در آمریکا هم کسانی را که از چین برمیگردند احتمالاً در فرودگاه قرنطینه می‌کنند. اتباع استرالیا هم پیش از بازگشت به خانه 2000 کیلومتر دورتر از استرالیا در جزیره کریسمس قرنطینه می‌شوند. مبتلایان به این ویروس در استرالیا و تعدادی از کشورهای آسیایی و غربی مشاهده شده‌اند. امارات متحده عربی هم امروز خبر داد که اعضای یک خانواده که از ووهان چین برگشتند به این ویروس آلوده شده‌اند.
در ایران و افغانستان هنوز موردی گزارش نشده، اما وزارت بهداشت ایران هشدار داده. به گفته این وزارتخانه موارد ابتلا در امارات و اقلیم کردستان عراق و موارد مشکوک در عربستان و پاکستان از احتمال ورود قریب الوقوع این ویروس به ایران حکایت دارد و مراقبت ها نمیتواند جلوگیری از آن را کاملا تضمین کند. این ویروس میتواند باعث بیماری تنفسی حاد شود. هنوز دارویی خاص برای درمان قطعی یا پیشگیری از آن درست نشده، هرچند حال بعضی از مبتلایان بعد از مداوا با شیوه‌های موجود بهتر شده. تلاش برای ساختن واکسن این ویروس با جدیت ادامه دارد در چین و کشورهای دیگر، ولی ماه‌ها زمان می‌برد. یک ماه طول میکشه تا مواد اولیه واکسن رو بسازیم. بعد از اون دست کم یک ماه و نیم وقت لازمه که آزمایشش کنیم. حداقل یک ماه و نیم هم وقت لازمه که تایید نهایی بشه. تا پیدا شدن واکسن و داروی مخصوص، با دوری از کانون انتشار ویروس، قرنطینه و مراقبت میتوان از گسترش آن تا حدودی جلوگیری کرد. هرچند مقام‌های بهداشتی چین می‌گویند اوج‌گیری این ویروس ممکن است تا 10 روز دیگر ادامه داشته باشد. مجید خیام‌دار، BBC. سینا صفاوردی، دانشجوی ایرانی از ووهان در چین، با ماست. آقای صفاوردی، به نمایندگی از دانشجویان ایرانی در این شهر در مورد عملیات نجات با سفارت ایران در ارتباط هستند. آقای صفاوردی، ده ها کشور شنیدین بر گزارش مجید اتباعشون رو از چین خارج کردند. آیا مقام های ایرانی تلاش کردند که شما رو خارج بکنند از ووهان؟ سلام خدمت دوستان عزیز. بله، اینطور که به ما توضیح دادن، قرار شده ما از ووهان خارج بشیم با هواپیما، یعنی مستقیم از ووهان با هواپیما خارج بشیم، چون قبلا گفته بودن که ما قرار بریم شانهای و از شانهای خارج بشیم، ولی الان گفتن که با هواپیما از ووهان خارج بشیم، ولی هنوز مجوزش نگرفتن و معلوم نیستش که، یعنی به ما نگفتن که امروز میرید یا فردا میرید، چه ساعتی میرید. و یه مسئله دیگه هم هستش، این که ما وقتی که میرسیم ایران 15 روز در ایران قرنطینه میشیم. بله، وضعیتی که در بسیاری از کشورهای دیگه هم همینطوره. وضعیت الان در ووهان چطوره آقای صفاوردی؟ آیا شما امکان رفت و آمد در شهر رو دارید؟ والا وضعیت در ووهان الان خیلی وخیمه، خیلی وخیمه، به خاطر اینکه الان در ووهان 3 تا خارجی هم ویروس، یعنی مبتلا به ویروس شدن. 2 تاشون استرالیایی بودن و یکیشون پاکستانی بودن. امکانش رفت آمد در شهر رو دارید یا نه؟ امکان رفت آمد در شهر نداریم هستن، یعنی هیچ ماشینی نیست. چه تعداد دانشجوی ایرانی هستن؟ شما در توان اینو داشتید که با همه اونها در تماس باشید؟ ایران چه تعداد از اتباعش رو باید خارج بکنه از اونجا؟ ببین، الان قبلا ما 50 نفر بودیم، ولی الان شدیم 70 نفر، حدود 70 خورده نفر، که اینها قبلا ما هیچ کدوم نمیشناختیم قبلا، و الان 70 نفر شدیم. همه رو دیگه پیدا کردیم، کجا زندگی میکنن، پاسپورتاشون رو گرفتیم برای پرواز، شماره پاسپورتا، همه اینا رو پیدا کردیم و الان فقط منتظر جواب سفارت هستیم. این که میگین که در شهر امکان رفت آمد ندارید، خب مایحتاج روزانه‌تون رو چطوری تأمین میکنید؟ اصلا زندگی روزمره اونجا چطوره؟ میتونین توصیفش کنین برای ما؟ سفارت برای ما یک سری پکیج‌های غذایی فرستاده بود و ما پخشش کردیم بین بچه‌ها، و ماسک و یه سری ویتامین سی هم بود، ما اونا رو پخش کردیم. و الان برای رفتن به فرودگاه هم سفارت یه منطقه‌ای رو انتخاب کرده و بچه‌ها قراره برن در اون منطقه‌ها ساکن بشن تا سفارت اتوبوس بیاد دنبالشون ببرشون. شما در خوابگاه دانشجویی هستید یا اینکه در آپارتمان‌های جداگانه هستید؟ من در آپارتمان جداگانه هستم، ولی خوابگاه‌های دانشجویی کلاً قرنطینه شدن و ورود و خروجشون خیلی سخت. دیگر ایرانی‌های غیر دانشجو، آیا اونها با هم تماسی دارند؟ آیا اونها با سفارت ایران در تماس هستند؟ اطلاع دارین آیا؟ بله، کسایی که اینجا هم کار میکنن اونها هم با سفارت تماس دارن. متشکرم. سینا صفاوردی، دانشجوی ایرانی از ووهان در چین با ما. موریا نام اردوگاهی است در جزیره لسبوس در یونان. گزارش‌های رسیده از این جزیره می‌گوید وضعیت پناهجویان در این اردوگاه وخیم است. آنها از کمترین امکانات معیشتی برخوردارند. مریم افشین نگاهی کرده به مشکلات پناهجویان در این اردوگاه. زندگی در میان خروارها زباله، جایی در قلب اروپا. اینجا
موریاست، اردوگاهی برای پناهجویان در جزیره لسبوس یونان. بیش از 20,000 نفر در این اردوگاه زندگی می کنند. 10 نفر از آنان ایرانی و جمعیت زیادی افغان هستند. ساکنان این اردوگاه از کمترین امکانات معیشتی برخوردارند. می گویند زندگی در بین این زباله ها شاید یکی از آخرین مشکلاتشان باشد. از کمبود غذا و آب و برق و خدمات درمانی گرفته تا حتی امنیت جانی و آلودگی های شدید محیطی. جو مهاجرایی که میان به بعد ورودشون اصلا امکانات مسکنی ندارن و اصلا نمیتونن اینجا اسکان خوبی داشته باشن. همشون بین چادرها و خیمه هایی که خیلی مبتدی و ابتدایی هستن زندگی میکنن. از لحاظ بهداشتی و درمانی هم اینجا دکترای متخصصی نداره، یعنی در حد دکترای عمومی هم حتی نمیتونن کمکمون کنن که وقتی مریض یا بیماری میشیم بتونن ما رو کمک کنن. از لحاظ قضا واقعا افتضاح، غذاهایی که اینجا تو کمپ به بچه‌ها میدن بچه‌ها استفاده میکنن، یعنی غذاهایی که سطح مواد مغنیش خیلی پایینه، خیلی ضعیفه. و اینکه بزرگترین مشکلی که اینجا هست مشکل امنیته. فرقی هم نمیکنه خانوم باشی یا آقا، مجرد باشی یا متعهد، در هر شرایطی در هر جایی فقط کافیه ببینن کوچکترین نقطه ضعفی ازت ببینن و تمام بلاهایی که فکرشو بکنی سرت میارن. اینجا موریاه، موریا جاییه که یعنی واقعا نمیشه زندگی کرد. جوانایی که اینجا میان به امید اومدن به اروپا و زندگی بهتر میان، ولی ازشون خواهش میکنیم که نیان و خودشونو به این شرایط نیارن، تو این محیط نیارن. شرایط زنان و کودکان در این اردوگاه حتی بحرانی تر است. نبود امکانات بهداشتی از یک سو و بالا بودن آزار و تجاوز جنسی از سوی دیگر فضایی درست کرده که ساکنان از آن به عنوان جهنم یاد می کنند. اینجا جهنم شماره یک دنیا است. اینجا موری است. اینجا زنان، به خصوص زنان بی سرپرست و سینگلمان، به هیچ عنوان امنیت ندارن. آزار جنسی میشن. مردها با روبان به چادرشون حمله میکنن و اونچه نباید بشه میشه و اونها به هیچ جایی نمیتونن شکایت کنن. از لحاظ بهداشت واقعا اینجا زیر صفره. کمترین حقوق یک زن اینه که بتونه از بهداشت به راحتی استفاده کنه، از همون به راحتی استفاده کنه. حموم ها آب گرم نداره، خود حموم ها عامل آلودگی هستش. نوار بهداشتی نداریم. شاید یه مؤسسه دلش به رحم بیاد و بخواد برای زنان لوازم بهداشتی بیاره، ولی اینجا هیچی نیستش. برای بچه ها باید مدت ها در صف بیستی تا بتونی پوشک بچه دریافت کنی. هزاران نفر از آفریقا و خاورمیانه به لسبوس آمدند به امید زندگی بهتر و راحتتر برای خود و فرزندانشان. اما میگویند در جهنمی گرفتار شدند که گویی بن‌بستی است در آخر دنیا. مریم افشنگ، بی بی سی. آیدا قجر، روزنامه‌نگار تحریریه ایران وایر از آتن یونان با ماست. خانم قجر، شما اخیراً سر زدید به بعضی از این اردوگاه‌های پناهجویان. شنیدیم در گزارش مریم که چقدر وضعیت در واقع وحشتناکیه در این اردوگاه‌ها. آیا موفق شدید که با مقام‌های یونان تماسی بگیرید؟ اصلاً رسیدگی میشه؟ پاسخگویی وجود داره؟ ببینید، از سال 2016 توافقی بین اتحادیه اروپا، یونان و ترکیه منعقد شده که طبق اون باید تمام پناهجویانی که از طریق دریا به جزایر یونان میرسن که سه جزیره اصلی ساموس، خیوس و لسبوس هست و کمپ موریا در جزیره لسبوس قرار داره، این افراد باید پروسه رسیدگی به پناهندگیشون در همون جزیره ها مورد بررسی قرار بگیره و اگر بنا باشه که موفق بشن و پذیرفته بشه این درخواستشون، بعد منتقل میشن، بعد از اون هم ممکنه ماها طول بکشه، به آتن. در غیر این صورت طبق اون توافق باید برگردونده بشن به ترکیه و در قبال تعداد مشخصی از این پناهجو که برگردونده میشن به ترکیه، اتحادیه اروپا از پناهجویانی که در ترکیه هستن میتونه جذب بکنه. البته تا کنون گفته میشه که خیلی دقیق این اتفاق نیفتاده، برای همین دولت جدید که سر کار اومده چندین اقدام انجام داده. یکی این که گفته که تسریع میکنه رسیدگی به پرونده ها رو، که این طبق شهادت سازمان های حقوق بشری به ضرر پناهجویان هست، برای اینکه اون پروسه ای که طی میشد تا اینکه یک پرونده بررسی بشه الان به خاطر ازدیاد وحشتناک جمعیت اینجا و نبود نیروی کافی ممکنه که خیلی ها به ناحق پروندهشون رد بشه. یا اینکه به عنوان نمونه افراد الان دیگه به عنوان یک پناهجو از این تاریخی به بعد دیگه ممکنه بیمه درمانی دریافت نکنن.
من با خود نیروهای پلیس که صحبت کردم گفتن که حتی جمعیتی که الان به شکل رسمی در موریا وجود داره بیش از 23,000 نفره، اما این جمعیت رسمیه، یعنی در اطراف این کمپ، جنگل‌های اطرافش و حتی خرابه‌هایی که کمی دورتر از این کمپ وجود داره مملو از جمعیت پناهجویان هست و کودکانی که این وسط موج میزنن. حتی همین تقریبا یک ماه پیش بود که خبرگزاری اعلام کردن که خبرگزاری خود یونان اعلام کردن که یک کودک در اثر نبود غذا و آب جان خودش از دست داده، یا اینکه کودک دیگه‌ای به خاطر ازدیاد جمعیتی که بوده ماشین از روش رد شده، یا من با خانواده‌های مواجه شدم که در خود چادر زایمان کردن، یا اینکه رفتن بیمارستان بعد از یک روز برشون گردوندن توی چادرها، ولی اینها به مدت یک ماه دو ماه بوده که نه خودشون و نه نوزادشون نتونستن حمام بکنن. چیزی که گفته میشه از طرف در واقع خود دولت یونان این هستش که توانایی این که بتونه سازماندهی کنه این جمعیت رو نداره و در این حال کمبود امکانات نه فقط توی جزیره ها بلکه بعدش در آتن هم به شدت به چشم میخوره که خود یونانی ها به خاطر مشکلات اقتصادی الان بی خانمان شدن. متشکر از شما آیدا قجر، روزنامه نگار با ما. در جدیدترین تحول درباره ماجرای بازداشت امیر تتلو خواننده ایرانی در ترکیه، بنابر اسنادی که به دست بی بی سی فارسی رسیده، وزارت کشور بریتانیا ویزای فعالیت هنری او و دو عضو گروهش در بریتانیا را لغو کرده. امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو قرار بود امروز به لندن سفر کند. در این ویدیو ببینید امیر تتلو چرا و چطور بازداشت شد. موسیقی متن این ویدیو ترانه نوازش ساخته امیر تتلو است. احوالم شب و بعد روزا درگیر کارم، حالم خوش نیست، تو منو کشتی، پشت پنجره میشینم و خنده این خوش نیست، احمد تو هم قصه ها کوهن، انگار مجبورم که ازت دورم، بی تو این شب ها چقدر شومن، چقدر رفتار تأثیر داره رو من، نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه غرور اجازه میده که به تو فاحش کنم، ولی من دلم بر میزنه موهاتو نوازش کنم، نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم، ولی من دلم بر میزنه موهاتو نوازش کنم. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. ممنون از همراهی شما. فعلا شب خیر.